سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی وایتی هستم و به کانال من خیلی خیلی خوش اومدید چند روز پیش من اومدم آموزش تانل با استفاده از رتول تانل رو زدم که یک روش تانل معکوس بود تقریبا میشه گفت اختلال ها و مشکلاتی که توی ریورس تانل ما داشتیم رو این ریتول تانل اومد و برطرف کرد و بسیار عالی بود تا اینکه دیروز دیدم یک آپدیتی داده و تانل زدن با استفاده از IPv6 هم اضافه کرده و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه بریم و دو تا سروری که داریم رو با استفاده از رد تانل با IPv6 به هم دیگه تانل بزنیم و ازشون استفاده کنیم من یه دونه سرور تهیه کردم که اسمش رو گذاشتم ایران ولی ایران نیست سرور آلمانه ولی خب جوابگوه و یه دونه سرور خارج هم تهیه کردم که این سرور فیلتر هست و ما میخوایم روی همین سرور فیلتر بیایم رتولتانه رو برقرار کنیم چرا سرور فیلتر آوردم دلیلش اینه که میخوام بهتون بگم اگر سرور خارج شما فیلتر هم باشه رتول تانل به راحتی جواب میده روش و میتونید کانفیک هاتون رو با بهترین سرعت داشته باشید و ازشون استفاده کنید خب دوستان قبل از هر چیزی اگر نیاز دارید سرور مجازی خارج تهیه کنید من سایت آیزا رو بهتون معرفی میکنم این سایتی است که من خودم حالا سرور ازش میگیرم لینک خرید سرورش توی دیسکریپشن یا توضیحات همین ویدیو هستش توی کانال تلگرام هم براتون لینکش رو قرار میدم چرا میگم از این سایت سرور خریداری کنید چون هم بهتون تخفیف میده توی خرید سرورها هم میتونید با پشتیبانیشون صحبت کنید خیلی سریع پشتیبانیشون جواب میده و اگر مشکلی باشه سریعا براتون حل میکنن سرور ساعتی دارن سرور ماهانه هم دارن یعنی به راحتی میتونید یه دونه سرور ساعتی از این لوکیشن هایی که اینجا وجود داره خریداری کنید لوکیشن ترکیه هم جدیدن اضافه شده که بسیار عالیه میتونید یه دونه ساعتی بگیرید اگر فیلتر نبود و توی ایران راحت جواب داد بیایید ماهانش رو خریداری کنید آموزش کامل کار با این سایت هم قبلا براتون ساختم که توی ویدیوها هست و میتونید مشاهده کنید اما مستقیم بریم سراغ آموزش من ابتدا میام با سرور به اصطلاح ایران شروع میکنم میام با استفاده از برنامه پوتی SSH میزنم به این سرور توی سرور ایران نیازی به نصب پنل نیست و ما فقط پنل صنایع رو روی سرور خارج نصب میکنیم البته اینم بگم که فقط پنل صنایع نباید نصب کنید اگر دوست دارید پنل علیرضا نصب کنید پنل مرزبان نصب کنید هر پنلی که دوست دارید نصب کنید و ازش استفاده کنید نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره داشتن IPv6 هست اگر سرورتون IPv6 داره که اوکیه اگر نداره میتونید طبق آموزش هایی که قبلا ساختیم و گذاشتیم براتون برای خودتون برید و یه دونه IPv6 لوکال هم بسازید خب من توی سرور ایران اگر بخوام الان بیام آپدیت آپگرید کنم سرورم رو ممکنه که کم سرعت پایین باشه پس بهترین کار اینه که بیایید این دستور رو وارد کنید توی سرور ایرانتون و این دو تا نیم سرور رو توی این آدرس قرار بدید و کنترل ایکس کنترل وای و اینتر رو بزنید تا ذخیره بشه اینها رو چون قبلا آموزش دادم دیگه آموزش نمیدم مستقیم میریم سراغ رتول تانل این آدرس گیت هاپشون هست که توی دیسکریپشن میذارم براتون خودشون هم یک سری توضیحات دادن که میتونید مطالعه کنید و استفاده کنید ما باید این اسکریپت رو بیایم نصب کنیم خب من این رو کپی میکنم و توی سرور ایرانم این اسکریپت رو قرار میدم اینتر رو میزنم شروع میکنه برای من خودش به صورت اتوماتیک همه چیز رو نصب میکنه و شما نیازی نیست که هیچ کاری انجام بدید خب دوستان اگر یک زمانی اومدید شماره یک رو زدید و ارور دریافت کردید بعد بیاید شماره هشت رو بزنید تا هسته رت هول تانل براتون نصب بشه من شماره هشت رو میزنم میبینید که میگه از قبل نصبه حالا میام شماره یک رو میزنم اینجا هم میتونید از IPv4 که قبلا آموزش دادم استفاده کنید هم از IPv6 خب من میام یک رو اینجا قرار میدم اینتر رو میزنم اینجا ازم میپرسه که توی سرور ایران تستی یا خارج شماره یک رو میزنم توی سرور ایرانم اینجا ازم یه دونه پورت میخواد برای تانل این پورت هم توی سرور ایران هم توی سرور خارج باید یکی باشه و پورت درگیر نباشه و پورت آزاد باشه منظورم اینه که پورت پنلتون نباشه و پورت کانفیک هاتون هم نباشه مثلا من میذارم 443 و اینتر رو میزنم اینجا ازم میپرسه که آقا روی سرور خارجت که پنل صنایع علی رزا یا هر چیز دیگه ای رو نصب داری چند تا پورت ساختی چند تا کانفیگ داری یا چند تا این باند داری من میگم آقا من دو تا این باند دارم اینتر رو میزنم پورت کانفیگ این باند اولم رو میخواد خب 80 80 و پورت کانفیگ دومم رو میخواد یا همون این باند دومم این هم 8880 داد داده اینتر رو میزنم اینجا میگه که میخوایی از ترانسپورت TCP یا UDP استفاده کنید من مینویسم TCP و اینتر رو میزنم اینجا از هم یک سوالی میپرسه میگه که آیا میخوایی از IPv6 استفاده کنی؟ کافیه که بنویسید یس yes. و اینتر رو بزنید کارمون اینجا توی سرور ایران تموم میشه اینتر رو من میزنم حالا برای اینکه مطمئن بشم که این سرویس الان اوکی هست و کار میکنه میام شماره سه رو میزنم تا بیاد اون رو چک کنه شماره سه اینتر رو میزنم چک میکنه اگر ایران سرویس سبز بود یعنی همه چی اوکی هست یه بار دیگه اینتر رو میزنم میتونید بیایید برای خودتون از قسمت شماره پنج که قبلا آموزشش رو دادم که رونجاب هم سس کنید که هر چند ساعت یک بار این سرویس رد تانل بیاد یک بار ریستارت بشه تا قطعی و اختلال ها رفت بشه به این نکته حتما توجه داشته باشید خب کارمون روی سرور ایرانمون تموم شد میریم برای سرور خارج این رو من میبندم و میام SSH میزنم به سرور خارجم خب وارد سرور خارجم میشم این سرور هم از قبل IPv6 داره پس نیازی نیست که براش بسازید یه دونه پنل سنایی هم میام نصب میکنم روش من سریعاً این کارها رو انجام بدم که وقتتون هم گرفته نشه پنل سنایی هم نصب کردیم میریم دوباره اسکریپت رت هول تانل رو اینجا کپی میکنیم و توی سرور خارجمون هم اون رو قرار میدیم اینتر رو میزنم تا خودکار بیاد و مراحل نصبش رو انجام بده خب اینجا میایم شماره یک رو دوباره میزنیم حالا این بار شماره دو رو انتخاب میکنیم چون توی سرور خارج هستیم اینجا یک سوالی از همون میپرسه دوستان میگه که چند تا سرور ایران داریم برای زمانی هست که شما بخوای. چند تا سرور ایران رو به یه دونه خارج وصل کنی خب من یه دونه ایران دارم یک رو می نویسم و اینتر می زنم اینجا ازم می خواد که بیام IPv6 یا IPv4 سرور ایرانم رو اینجا قرار بدم خب این IPv6 ما هست از اینجا من میام کپیش میکنم توی برنامه پوتی همین که بگیریدش کپی میشه و اون رو اینجا توی سرور خارج قرار میدم و اینتر رو میزنم اینجا از هم میپرسه که پورت تانل چیه پورت رو ما گذاشتیم 440 و 3 اینتر رو میزنم اینجا مجددا از میپرسه که چند تا این باند داری دو تا داشتیم مینویسم یکیش 80 80 بود و یکیش هم 88 80 و هشت اینتر رو میزنم اینجا هم مینویسم TCP اینتر رو میزنم و این هم اوکی میشه شماره سر رو اینجا میزنم تا چک کنه ببینه همه چیز اوکی هست خب اینجا هم اگر خارج سرویس رو برای ما زده بود سبز و ایران سرویس رو قرمز زده بود یعنی اینکه شما مراحل رو درست انجام دادید یه بار تر میزنید تا برگردیم به همین راحتی الان ما تونستیم بیاییم رت هول تانل رو با ipv 6 اجرایی کنیم حالا این رو من میبندم میام توی سرور خارجم وارد پنلم میشم و یه دونه این باند میسازم اد این باند رو میزنم پورت خیلی مهمه ما دو تا پورت تعریف کردیم دیگه پورت هشتاد و هشتاد من میزنم هشتاد ترانس میشن رو اینجا میذارم TCP و دیگه چیزی رو تغییر نمیدم کریت رو میزنم یه دونه کانفیگ برای ما اینجا میسازه خب من میام این رو کپی میکنم میبرم توی برنامه نیکوری خب ببینید دوستان الان اگر من بیام پینگ بگیرم چون که سرور خارج فیلتر هست به من هیچ پینگی نمیده حالا میام آی سرور به اصطلاح ایرانمون رو اینجا قرار میدیم میام این رو کپی میکنم و این قسمتون رو قرار میدم اوکی رو میزنم و حالا تست میگیرم میبینید که به راحتی به من پینگ داد روشنش هم بکنیم بریم یوتیوب اینم یوتیوب که میبینید با چه سرعتی برای من یوتیوب رو باز میکنه به همین راحتی تونستیم با رتول تانل و آی پی وی سیکسی که روی سرورمون داشتیم بیایم و یک تانل معکوس بسیار عالی با کمترین اختلال بزنیم امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید اگر هنوز کانالمون رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید لایک و کامنت و ساب هم که دیگه مرامتونه موفق و پیروز باشید